سلام، وقت همگیتون بخیر، یلداتون مبارک باشه. حال دلتون چطوره؟ خوب هستین؟ روز و روزگار خوبه؟ خیلی خوشحالم که میبینم اتون. امیدوارم که خیلی سر حال و شاد باشین. خیلی بیتاب بودم واسه جلسه امروز به خاطر اینکه پیغامای خیلی خوب شما به دستم میرسه و خب مگه میشه با این حجم پیغامای خیلی خوب شما، با این حجم پیامای پرمهر شما، دایرکت ها که من میدین، پیغامایی که واسه من میفرستین، مگه میشه برای من خوب نباشه؟ بیتاب بودم واقعا واسه دیدنتون. با یه مبحث فوق جذاب در خدمتتون هستم، چون خیلی هم در رابطه باهاش سوال دارید، در رابطه با امتحانات. اما امتحان که بحثش به میون میاد یه گستره خیلی زیادیه. امتحان خب یک مبحث فوق گسترده در رابطه با اینکه من چه شکلی باید درس بخونم، چطور برنامه ریزی کنم، چطوری باید برم سر جلسه امتحان، نمونه سوالاتی رو حل کنم، بازی امتحان شامل چه چیزهایی میشه، دانش آموز هستم، فارغ التحصیل هستم، مقطعی هستم. پس هر مقطعی که هستی بشین خوب گوش بده، چون کلی مطلب میخوام بهت بگم. اما چه مطلبا رو میخوایم با هم دیگه دوره کنیم و میخوایم با هم چی یاد بگیریم؟ اگه فارغ التحصیل هستی یا دانش آموز واسه من فرقی نمیکنه. میخوایم برنامه ریزی کردن مخصوص دوران امتحانات رو با هم دیگه بررسی کنیم که چطور میشه ما دوران امتحانات رو با هم دیگه برنامه ریزی کنیم. دوران امتحانات یعنی چه ماهی؟ ماه دی. اسم دی ماه که میاد یاد دوران امتحان میافتیم، درسته؟ چرا انقدر این ماه واسه ما مهمه؟ ببین، من به شخصه مطمئنم که خیلی از همکارا هم تجربه این قضیه رو دارن. ماه دی که میشه، از دی که گذشت دیگر از او یاد مکن، دقیقا اینجاست. ببین، بهمن و دی وقت ریزشه. اصلا اسمش که میاد دانش آموز خسته میشه، کوفته میشه، یهو میبینی دیگه میگه خانم هیدری دیگه نمیتونم، دیگه نمیکشم. دانش آموزایی که فارغ التحصیل هستن، یک بار کنکور دادن، اینو میدونن، میفهمن من چی میگم، خوب متوجه میشن که وقتی من میگم که آره دی و بهمن وقت ریزشه یعنی چی. حالا چی کار کنیم که اون اتفاق واسه ما نیفته، انرژیمون کم نشه، حالمون بد نشه؟ بچه ها، من چت رو باز نمی کنم الان، به موقعش باز می کنم، جواب سوال شما هم دونه دونه میدم، اما میخوام حواستون پرت نشه و حواستون بهش من باشه. خب پس چی شد؟ میخوام بهت بگم که حالا پس خیلی مسئله مهمیه. پس 12 هست یا فارغ التحصیل، من الان باید جنبندی 12 انجام بدم، جنبندی پایه انجام بدم. خب الان تو برنامه ریزیم 11 بخونم، 10 بخونم، چیکار باید بکنم؟ همه رو امشب میخوام بهت بگم. و اینکه روش مطالعه چطوری باید باشه که بالاترین بازدهی رو واسه من داشته باشه. خب من چه شکلی باید مطالعه کنم که بازده هم بالا باشه؟ مطالعه کردنم چیکار باید بکنم خسته نشم، از طرفی بالا باشه؟ اصلا بازده بالا یعنی چی؟ اینم باز میخوام بهت بگم. و راهکاره برای بهبود عملکرد حافظه. خب آخه من این همه دارم زحمت میکشم یک حجم گنده مبحث توی ذهنم جا بدم، خب اینا باید تو سر من فرو هم بره یا نه؟ نمیشه که من این همه بخونم از ذهن من پاک بشه که. خب این همه زحمت نتیجه هم باید داشته باشه دیگه. میخوام کلی تکنیک ریز و میز بهت یاد بدم که اینا توی ذهن تو موندگار بشن و یه کنترل یلدایی استراو و استرس دوران امتحانات هم میخوام بهت بگم. اونایی که تو پیج من بودن از دیشب تا حالا یه استوری گذاشتم، میدونن که یه قولی بهتون دادم که قرار شد یلدایی ما باشین. الان که مهمون یلدایی هستین، مهمون من تو کلاسین رو که بمانن، گفتم قرار مهمون خونه ما باشین دیگه، پس سر قولم چه شکلی بهتون میگم. بس صبر کنیم. طبق معمول سورپرایزای منم که میدونین طی این دو جلسه گذشته، سورپرایزای من مال آخر جلسه است. کسایی نصیبشون میشه که آخر جلسه هوشیار باشن.
همیشه من یه چند تا مثال دارم، همیشه اینا رو بچهای من خوب بلدن. سورپرایز مال آخرشه، دانش آموز باید نفس کشیدن بلد باشه، آب خوردن بلد باشه، دیگه چیه بچه خوب میدونن. حالا یواش یواش بهتون میگم که کم کم یاد میگیرین که مثالای من مثالایی هستن که همیشه تکرار میشن. استمرار رو بلد باشه دانش آموز که یه کار رو مدام تکرار کنه و باب اسفنجی نباشه. باب اسفنجی نبودن رو هنوز نگفتم بهتون میگم. حالا باب اسفنجی نباشه یعنی چی؟ خب بریم بالا. همه اوکی؟ بازم اگه سوال دیگه ایمون، خب ما هستیم فعلا دوران امتحانا، بازم با هم دیگه جلسه داریم. بازم اگر سوال دیگه ایمون در رابطه با امتحان هستیم و جواب میدیم، نگران نباشید. هم امشب جواب میدم هم در فاصله وقت‌های مشاوره‌ای که با هم خواهیم داشت. خب ما دو دسته دانش آموز داریم دیگه الان در حال حاضر که دارن ما رو نگاه میکنن. یک دسته از دانش آموزامون، میگم دانش آموز گروه کسایی هستن که دارن ما رو میبینن، یک دسته از دانش آموزامون مدرسه میرن، مدرسه ای هم بچه مدرسه ای که اینو آها شفهمو بذارم بالاتر. حالا اینجا یه عده از بچه‌ها خب مدرسه‌ای هستن و دانش آموز بودن، یه عده از بچه‌هامون که خب فارغ التحصیلن و سال چندمی هستش که پشت کنکور هستن یا سال اولی که پشت کنکور، پشت کنکوری به حساب میاد. خب دو حال داره، برنامه‌ریزی‌هاشون متفاوته. باز از بین اینها یه عده هستن که آزمون میدن، یه عده هستن که آزمون نمیدن، یه عده هستن که آزمون های مختلفی هم داریم. خب گاج و گزینه دو نمیدونم قلمچی و اینا اصل کاریمون فورتیکه که خب هر کدوممون بودجه بندی خودمون داریم که ما گفتم بهتون که فورتیکو داریم که هفته بعده و حتما گفتن که باید شرکت کنین، شرکت کنین دستتون بیاد راه بیفتین که به چه صورت هستش و ببینین که چه کار میتونین انجام بدین. و خب میخوایم با هم دیگه دست بندی کنیم که این کارا چی هن و چه کار باید براش بکنیم. نظم و ساعت مطالعه چه شکلیه؟ ببین میخوایم چی کار کنیم؟ داستان چیه؟ داستان اینجاست که ما نظم که داریم اینو واسه من نوشته، یه واسه یه استاد دیگه از این توجه هم جلب کرد. ولی قلب بگم خدا این چی؟ خب نظم یعنی چی؟ ببین من دانش آموز، خودتو بذار جای منو میذارم، خودم میذارم جای شما. من دانش آموز تا الان دانش آموز رو دارم میگم، عادت داشتم که بر اساس یه نظمی سر کلاس های آنلاین هم حاضر باشم، مدرسه هستم بیدارشم برم سر کلاس، حالا خوشبینانه دارم حساب میکنم، بیدارشم برم سر کلاس اوکی، نظم داشتم. الان کلاس ها تعطیل شده، افتادم تو امتحانم، حالا پا میشم میخونم، حالا پا میشم میخونم. ببین حالا پا میشم میخونم ها، یهو نگاه میکنی میبینی که تایمت داره میگذره، تو همچنان داری حالا پا میشی بخونی، منتظری ساعت روند بشه، ساعت که شکر خدا روند نمیشه، تو یه 5 دقیقه داری از ساعتهای بعدت قرض میگیری، همچنان منتظری و هیچ بچی. داستان اینجاست که تو اگر مخوای منتظر بمونی که ساعت روند بشه، ساعت هیچ وقت روند نمیشه. پس یه نکته خیلی مهم که من همیشه روش تاکید دارم اینجاست که بدون برنامه ریزی هیچ کاری پیش نمیره. اینجا هم نکته همینجاست. فارغ التحصیل باشی فرق نمیکنه، که مثلا یه مشکلی هم که باز ما داریم، مشکلی که نه خب دیگه طبیعیه، باز ما میخوریم که بدهی الان کلاسای آنلاین شما باز کنسل شده. حالا شما کلاسی نو بری، کلاس کلن کلاس تقویتی هر جا کلاس آنلاین که بری، کلاس تست نکته هر چی، کلاس ها یه 2 هفته کنسلن، 2 هفته 3 هفته، بازم تو میخوری به این که
یه بی‌نظمی بهت میخوره. برنامه که نداشته باشی تو الان اون وسط میافتی تو اینکه به به خب آها الان من کلاسم کنسل شده و یه بی‌نظمی بهت میخوره. ساعت خوابت نباید که میگم نباید، یعنی نباید اگر به هم بریزه چی میشه؟ داستان به وجود میاد. آن وقت است که شما این ساعت مطالعات به جای اینکه افزایش پیدا کنه کاهش پیدا میکنه. حالا در باب این ساعت مطالعه من میخواهم یک چیز خیلی مهم به شما بگم. دی چند روزه؟ 30 روز. خب یه حساب سرانگشتی ما میخوایم داشته باشیم. برگر این شکلی میدادن اینو میگرفتیم. آره؟ برگر رو این برگر بود؟ سفید میخوان؟ آره این؟ خب میخواستیم برگر بیاریم این برگر. خب آره ماه چند روزه؟ ماه 30 روزه، درسته؟ از ماه 30 روزه ما، خب ما چند روز دی رو ما حساب میکنیم؟ همین 30 روز. من حالا مثلا تا 2 هفته آینده رو بتونم براتون پیش بینی کنم یا 1 هفته آینده رو، ولی من فعلا میخوام همون 30 روز رو براتون پیش بینی کنم. همین 30 روز دی رو حساب بکنیم. یه دانش آموز اگر بخواد 8 ساعت، نه بخواد 5 ساعت مطالعه کنه، باور کن خیلی آیم 5 ساعت رو مطالعه نمیکنم. به چشم دیدم 5 ساعت مطالعه نمی کنن ها. میشه چقدر؟ میشه 150 ساعت در کل ما. تازه میانگینه 5 ساعت دارم میگم و با تستشو دارم حساب میکنم. به خود دارم میگم هنوز بچه های هستن که این 5 ساعت هم میدونم بین شما هم ممکنه باشه ها، داری من رو نگاه میکنی 5 ساعت هم نمیخونی. میدونم بهت میگم که اگر از الان شروع کنی میرسی یا نه. این جواب سوالت هم میدم در آخر، این سوال همیشگی تو بهش پاسخ میدم. خب حالا فرض بکن این 5 ساعت شد 30 روز، شد 150 ساعت. خیلی دوست دارم فلش میشه 150 ساعت. این 6 ساعت بشه، 7 ساعت بشه، 8 ساعت بشه، 9 ساعت، کاری نداره که همشون ضرب در 30 میشن دیگه. دیگه ریاضیت هم باید قوی کنی. همشون ضرب در 30 میشن. آقا جان شما بیا همینو زیادش کن. من اگه بخوام خیلی حرفه‌ای رفتار کنم با این قضیه، با اینا کاری نداشته باشیم، بخوایم مثلا منطقیاش اینجاست که من بیام این 8 ساعت رو حساب کنم. این 8 ساعت رو بخوام حساب کنم میشه چقدر؟ 240 ساعت در طی ماه. 10 ساعت رو بخوام حساب کنم میشه چقدر؟ میشه 300 ساعت در طی ماه. درسته؟ حالا نگاه بکن چقدر تفاوت اینجاست. خیلی تفاوته. اگر بخوایم کم کنیم، تفاوت از بین 10 ساعت و 8 ساعت چقدر؟ 60 ساعته. شما تو 60 ساعت چیکار میتونی بکنی به نظر خودت؟ 60 ساعت میزان جمع‌بندی یک درس عمومیته. مثلا ما براتون تو برنامه یادتونو گفته بودم پکیج یورش به یکی از درس ها رو داریم. خیلی منطقی دارم توضیح میدم، خیلی سلیس و ساده. مثلا پکیج یورش به عربی عمومی شو دارم میگم. بنویس مادم یورش به عربی. خیلی شیک و مجلسی عربی تو میتونی تو این 60 ساعت تموم کنی، فقط با اضافه کردن 2 ساعت از بین 6 ساعت مثلا تا 8 ساعت. شما 6 ساعت تا 8 ساعت بخوای اضافه کنی عربی تو تموم کردی. 5 ساعت تونسته باشی به 7 ساعت برسونی، یه درس عمومی تو تموم کردی. به همین سادگیه. خب حالا من تو اون 2 ساعت بشینم با گوشیم بازی کنم، بشینم از دوستان بپرسم من رسیدم به این درس؟ نه نرسیدم. من که نخوندم تو چی؟ اونم بگه من که نخوندم تو چی؟ من که نخوندم تو چی؟ من که نخوندم. ای بابا ول کن دیگه، کی میخوای بازی رو تمومش کنی؟ تا کی آخه؟ تازه من 60 ساعت خیلی زیاد گفتم و خب با 50 ساعت هم میشه جمعش کرد.
یه 10 ساعت هم کمتر، مثلا 50 ساعت 40 خورده 50 میتونیم جمعش کنیم. مثلا خیلی از بچهای ما الان مثلا تو برنامه‌ریزیشون پکیج یورش به ادبیات وابسته. خب فکر کنم مثلا تقریبا آره دیگه پکیج یورش به ادبیات دقیقاً 1 ماه و 2 هفته طول کشید که تموم شد. خب بیا تموم شد به همین راحتی. ببین این که میگم راحت آره به نظر من این که راحت بودن به این معنی نیستش که ما یک کار خیلی آسونی رو درست کرده باشیم. آره خب من که نخوندم آسون باشه، استرسش فقط مال منه. راحت از این لحاظ که اونقدی بهت فشار نمیادش که مثلا ما بگیم وای یه کار خیلی سخت عجیب و غریب انجام دادی. در کنار برنامه داری میخونی، یه اضافه میشه، یه حال خوبی بهت میده، میدونی میتونی جمعش کنی، اونطوری نیست که خیلی بهت عذاب بیاد. فقط میخوام بهت بگم که یه کوچولو به خودت فشار بیاری، یه ذره به خودت بجنبی که با یه محاسبات خیلی ساده، با یه ضرب و تقسیم خیلی ساده متوجه میشی که آها چقدر راحت میتونی به نتیجه برسی و چقدر راحت میتونی خیلی شیک و مجلسی ساعت مطالعات رو بالا ببری. خب اینم از این. حالا اگه این کار نکنم چی میشه؟ اگه این کار نکنم خسته و درمانده از اینکه ای داد ای دل غافل، زمان از دست من تیک و تیک و تیک در میره و من ماندم هیچ، دست خالی و بی ثمر، تنهای تنها. خب پس نظممون چی شد؟ نظممون آن شد که گفتیم یه لحظه چت رو باز کنیم، یه سلام علیکی با هم بکنیم و دوباره بریم سراغ اشتباهات رایج در امتحانات شما. اگه سوالی تا اینجا دارید بفرمایید، من در خدمتم و میشنوم. سلام به ماهتون، خوب هستین؟ وقت شما بخیر باشه. سوالی اگر هست بفرمایید، من پاسخ میدم. سوالی نیست؟ سلام خوبی؟ سلامت باشین، متشکرم. من که خسته نیستم البته. یلدای شما مبارک باشه، متشکرم. نه پکیج یورش آره بهتره که یه درس فقط توی 1 ماه باشه. پکیج یورش پایه 12 نداره، ترکیبی کار میشه، عمومی ترکیبی. ترجیح من برینه از الان شروع کنیم 8 ساعت خوندن. آره ولی الان یهو اگه تا الان هیچی نخوندی به 8 ساعت نرسونی مطالعاتو ها. برنامه‌ریزی رو هفته پیش توضیح دادم ولی در خلال صحبتام حتما بازم به برنامه‌ریزی اشاره میکنم. چشم، چرا که نه، حتما. خوشحالم که همه چی عالیه. یلدای شما هم مبارک. تابع معلم هستی؟ ببین باید ببینم برنامه تو، نمیدونم الان چه شکلی باید بهت بگم چون دقیقا نمیدونم تا به کدوم معلم. بله بعدش برنامه‌ریزی رو میگم مثلا. چی بود سوال که میگی جواب بده؟ میگم بهتون که پای مهمتری 12. خب بیا اینجا بسته چت، بیا اینجا. مرسی. بیا بعد بقیهشو بعدا جواب میدم. خب بیا اینجا. خب اشتباهات فقط بچه ها، یه مسئله رو بگم
حتما حتما به دوستانتون هم بگین که بیان توی اینجا، بیان تو کلاس و ویدیو رو، کلاس رو تماشا کنن. حالا چه هم آفلاینش رو ببینن هم کلاس رو. همین الان هم میتونین بگین که به کلاس اضافه بشن، چون بخش‌های خیلی جذابتر هم در ادامه هست و آفلاینش رو هم میتونن ببینن. همین الان به دوستاتون بگین، شما که خوب تکس میدین، بیان به کلاس اضافه بشن. خیلی باحال میشه، چون میخوام بگم که با دوستات درس خوندن یعنی چی و آفلاینش رو هم حتما ببینن. خب اشتباهات رایج در دوران امتحانات چی میتونه باشه به نظرتون؟ یه اشتباه خیلی وحشتناک در دوران امتحانا واسه بچهای 12، من که دارم واسه فارغ التحصیلا میگم، چرا میگین نمیگین؟ یعنی چرا سوالتون باید برطرف بشه حتما؟ اشتباه رایج در دوران امتحانا چی میتونه باشه به نظرتون؟ اینکه یه بچه 12 که الان باید ببین فرصت واسه گذاشتن طلایی که توی دیما 12 تو قند و عسل جمع کنی. میدونی چطوری؟ حالا یه درسایی هست که زیرزیرکی پایه رو اگه موندی با توجه به برنامه‌ت، مشاورت، حالا من یا بقیه همکارا صلاح بدونیم جمعش میکنیم. خب حالا بسته به استثناء، حالا چود نه نشدیده بگیر و اینا باشه، ولی عمومیت بچه ها فقط 12. اشتباهه اگه ما بخوایم بچسبیم به پایه، به هیچ عنوان، به هیچ عنوان پایه نیست. 12 جماعت یا کلا بچهای پایه فرقی نمیکنه، 11 هم باشی اصلا نباید 10 تا جمع کنی، 10 هم باشی نباید بچسبی به اینکه درسای گذشتم رو جمع کنم، فرقی نمیکنه اصلا. خب پس بچهای 12 هرگز شما وارد اینکه بخواید تو چالش اینکه من بخوام پایم رو جمع کنم نمیافتین اصلا. فرصت قند و عسل جمع میکنی. چی جمع میکنی؟ که 12 تست کامل کار میکنه. این که من بخوام تو این فاز بیفتم که حالا که امتحانای من تشریحیه مگه میشه من بخوام تستی کار کنم؟ ای بابا، تو مگه قرار الان بری امتحان نهایی بدی یا مثلا معدل مگه میخوای؟ بیخیالمون شو، الان که ما معدل نمیخوایم، تو که قرار جایی بری، الان فقط میخوایم که امتحان تو پشت سر بذاری و تستمون مهمه. تا میتونی همچون سنجابی که داره بلوط چی جمع میکنه؟ بلوط جمع میکنه سنجا؟ بکنم آره بلوط جمع میکنه، اثر اخوندان بود بلوطش جمع میکرد، مثل همون دنبال بلوطش میدوید تا هم با دنبال تست بدوید و جمعش کنی. آره دیگه دقیقا این همون، حالا این نشی ما رو به روز سیاه بشینی دنبال بلوطش میکرد همه رو رسوا کرده بود، دقیقا مثل اون نشه حالا، ولی بلوطش جمع کن. خیلی خوب باشه، پس این همون جیبتو پر کن از بلوطایی که همون تستات هستن و بکس به این که بخوای یک عالم تست بزنی، کار کنی و حرفه‌ای بشی تو این زمینه، تستی نمونده باشه که نزده باشه. حالا مثلا ممکنه که تو مثلا بگی خواهر داری من ضریب دار زدم، خب برو ادامه اون ضریباتو بزن، مثلا ضریبایی که نزدی اون ضریب وسطا رو بزن، زوج زدی فرد بزن. یه مسئله خیلی مهم هست باز تو این اشتباه ها، خیلی جالبه. مثلا ببین مثلا آخه نمیتونم اسم کتابم ببرم، مثلا شما یه کتابی رو زدی، ببین یادت باشه کتاب های پرغلط رو خیلی ما خوب میشناسیم دیگه، مثلا یه کتابی از پرغلطه، اگر کتاب پرغلطیه تو سطحت بالاست، خب آره زدی خوشت نیومده باشه، منم میگم بذارش کنار باشه مشکل ندارم، اما اگه یه کتابی رو زدی ببین مثلا نذارش کنار برو که سراغ کتاب بعدی، مثلا میمونه ساندویچ همبرگر رو گاز میزنی میری سراغ هات داگ، خب یکی غذا رو تمومش کن برو سراغ غذای بعدی اگه سیر نشدی، نمیشه که. تو یه کتابی رو نصفه ول میکنی میری سراغ کتاب بعدی، قاطی میکنی کلا. یه کتابی رو تموم بکن، قشنگ آشنا بشو با نوع تست، نوع نگارش چیه، یه کتاب رو ول میکنی میری سراغ یه کتاب بعدی، گیج میکنی خودت رو، اینقدر از این شاخه به اون شاخه نپر، یک کتاب بعدی. متوجهی؟ تو یه درس منظورمه ها، نه اینکه فکر کنی منظورم اینه که وقتی داری جامعه میزنی، روان میزنی، نمیدونم تاریخ میزنی، همه کتاب رو از یه انتشارات بخری، منظورم این نیستا، منظورم اینه که وقتی داری جامعه میزنی یک کتاب تو بچسب، تموم که کردی دست در نکنه، به شرط اینکه منبع خوبی باشه. به این منظور نیستش که اگه منبع مناسبی نیست بعد تو بچسبی به اون منبع بگی دیگه خانم ایدری گفته دیگه هر چی داری همونو بزن، نه، منبع خوبی بود بچسب به همون ولش نکن. متوجهی؟ که بارها هم خدمت شما عرض کردیم منابعتان رو چک بنمایید و بعد هم بزنید، ولی دیگه الان وسط ساله،
دیگه هی این شاخه به اون شاخه نکن. یه مبحث دیگه هم باز تو این اشتباهات هست. بازم خیلی به من پیغام میده تو این زمینه که مثلا خواهر میدنی من صفرم. خطر خدا. الان میتونم موفق بشم. بعد باهاش که مثلا باهاتون که صحبت میکنم میگه نه حالا من حالا مثلا فارغ التحصیلی یا 12 فرق نمیکنه پایه اصلا هرچی. میگه نه حالا من که صفر که نیستم. میذاره که میگذره. اینقدر اینی که خوندم اونو که خوندم ای بابا تو که خوندی چرا میگی من صفرم؟ تصویر واقعی از خودت داشته باش. یکی از همین اشتباهات اینجاست که فکر میکنی صفری. چرا خودزنی داری؟ چرا خودو اذیت میکنی؟ یه تصویر واقعی داشته باش. بهترین کار اینجاست. چیکار میتونی انجام بدی؟ همیشه یه برگه دم دستت باشه. حالا برگه سفید. چیکار بکنی؟ ببین من همیشه میگم یه چیزی که تو ذهن آدم هست علت این که همیشه من همیشه دفتر دارم. نه یه دفتر ندارم، 3-4 تا از این دفترا دارم که مال هر کدومشون مال یه چیزه. خب علت این که یادداشت میکنم این میزا بنویس دقیقا همینه. ببین شما هم که خدا شکر علاقه زیادی به نوشتن و دفتر و لوازم تحریری نداری، یه برگه خیلی ترتمیز شما داشته باش. خب کاری نداره. ببین توی دفتر چه نمی‌نویسم؟ چه نمی‌نویسم؟ یا عزیزم؟ خب توی برگه ترتمیز همیشه اگر تکلیفت با خودت مشخص باشه تکلیف بقیه هم با تو مشخصه. یعنی بقیه منظورم برنامه‌ت، رتبت، هدفت. دیگه اصلا امروز نمیخوام در مورد هدف صحبت کنم، خسته شدم. نمیخوام هدف رو دیگه حوصله هم سر رفت در مورد هدف صحبت کنم. میخوام اصلا اصولی فقط برنامه‌ریزی. انگیزشی نمیخوام حرف بزنم. خب اینجا باید مشخص باشه من چه چیزهایی خوانده‌ام، چه چیزهایی باید بخونم، چه چیزهایی نصفه است. من بهت میگم که چی خوندی؟ من قشنگ میرم تو رویا. من مثلا پشت چیز معلومه، تو دایرکت یا تو کامنت یا تو تلفن من علوم فنون. اینا مثلا میخوای شعر بگه 3 درس را خوانده‌ام، 3 درس تستی، 1 درس بابا بنویس. من کجا بدونم؟ دسته بندی کن جمعه امسال اون فنون. چقدر خوشخط. بنویس درس ها رو، بنویس تستاشو مشخص بکن، پایه بندی بکن، 1, 2, 3 هر کدوم رو مشخص بکن. من از کجا بفهمم تو داری چی میگی؟ رو هوا که نمیشه من بخوام بهت برنامه بدم، هر کی بخواد بهت برنامه، اصلا خودت بخواد برنامه بده فرقی نمیکنه. از کجا بفهمه تو اصلا چی خوندی چی نخوندی؟ اصلا تو کلاس برم مثلا میگین که فرقی نمیکنه، مثلا میگی ادبیات تو چیکار کردی، من با دارم دو به دو تا یک تا پیش میرم. بعد بهش میگی که حالا همه رو دیدیم، ها آفلاین ها رو جلسه 2 هم تو چه پیش روی کردی؟ آفلاین جلسه 2ی نمیشه که. باید بعد مثلا بهش میگه خب الان جلسه 2 تستی هم چیزی زدی؟ بعد میگه که خب میداری میدونی بیا از صفر شروع کنی. بابا نمیشه که این شکلی، باید دقیقا مشخص کنی چیکار کردی. من باید چندم بعد که مشخص کردی من دقیقا میدونم چطور میتونم باید برنامه‌ریزی کنم، تو چطور میتونی باید خودت برنامه‌ریزی کنی، اصلا منم نه هرکی. این اگه مشخص نباشه برگرد دونه دونه هر درسی اگر مشخص نباشه هیچ نتیجه برای ما در بر نخواهد داشت. پس یه اشتباه دیگه اینجاست که ما هیچ دیدی نسبت به خودمون و شرایطمون نداریم. یه چیزی رو هواییم یا خودمون رو خیلی خوب میبینیم، فکر میکنیم که آو ما خیلی شیک و مجلسی، همه چی خوندیم تموم، مثلا من همه چی رو بلدم، یا مثلا فکر میکنیم که آو خانم میداری من همه چی رو بلدم، یا فکر میکنیم که من صفر مثلا خنگ مادر زودم. مثلا فکر کن که من مثلا خیلی جالب مثلا زنگم که میزنم تو شما فکر کن خانم داری من صفرم خنگ،
بعد دو هفته که ازش میگذره میگه من کنار بلد بودم. ای بابا ولمون کن، گیر آوردی ما رو، یا خنگی یا نیستی، بالاخره یکم مشخص کن. اگه تکلیف از اول مشخص باشه دیگه این شکلی نمیشه. این خیلی مسئله مهمیه. خب اشتباهات دیدم بود، باز اگه چیزی یادم اومد میگم. اینا اشتباهاتی بودش که الان آماده کردم واسهتون. و سوال بعدی، یه دقیقه صبر کن من آب بخورم، الان میام. صبر کن آب بخورم. میدونی من چقدر گیرم رو آب خوردن دیگه؟ هوا رو از من بگیر، آب رو نگیر. خب یه سوالی که من هر هفته جواب میدم، خستم کردیم، این هستش که از الان شروع کنیم میرسیم شب یلداست. گفتم هیدری، هیدری گفت بله، گفتم هیدری با خودم، اما هیدری گفت جانم، گفتم که بیا حسابتو خورد نکن، شب یلداست تلخی نکن، جواب بده این بدبختو. گفتن که از الان شروع کنیم میرسیم. مادر من شروع کن، شروع کن. ببین دی که تموم بشه، این نیم ساعت پیش هم همینو گفتم، دی که تموم بشه ببین اینقدر بچه ها میان میگن که ما خسته ایم دیگه، بریدم من خیلی زحمت کشیدم. دو دسته بچه میمونن، یا بچه ای که بریدن دیگه درس نمیخونن، یا بچه ای که اونایی که دیو خوب کار کردن رسیدن به اون بچه هایی که بریدن، ببین ازشون پیشی گرفتن و دیگه اصلا حرفه‌ای شدن. اگه میخوای جز به دسته بدبختا نباشی، پس لطفا دیو تو خیلی خوب کار کن. الان وقت داری. خب بهت هم گفتم خوب میتونی برسونی درس ها رو، خیلی خوبم میتونی برسونی و خیلی خوب، خیلی خوب. من یه لحظه شک کردم که روز و ساعت رو قاطی نکرده باشم اسلاید قبلی. اگه حالا بعد یادم یه چیزی، حالا باز بذار یه چیزی رو در رابطه با پکیج و یورش، حالا اگه چیزی یادم اومد بهتون میگم. پس چی شد؟ شما الان دی هستیم. خب گفتم انتهای دی، شما الان 30 روز وقت دارین، 30 روز دقیقا وقت دارین برسین به بچه هایی که دارن خسته میشن، نفسشون داره میبره، اذیتن، اصلا صفر مطلقا باشین، نه صفر میشین، قدیم قوی تر بشین، ضعیفین قوی بشین، هر چیزی که هستین یه پله بیاین بالاتر و قوی کنی خودتونو و برسین به کسایی که دارن افتضاح خودشون رو میبازن. شما بچه این منین، شما نباید ببازین. هر کی میخواد خرابکاری کنه به من ربطی نداره. شما که الان اینجا وایسادین باید قوی ترین بچه های عالم باشین، به من مربوط نمیشه این قضیه. بچه این من باید از همه سرتر باشه، همونی که هست، من حسودم، همونی که همه میدونن بچه این من باید از همه بهتر باشه، اینو همه میدونن. پس چی شد؟ شما رسیدین به بهمن، باید از بقیه و نمیخوام خسته بشین، یه وقتی استراحت، یه ذره حال خوب، باز میرسم که اصلا حال خوب کنن چی هست و چی کار کنیم، در ادامه میگم بهتون. حالا پس کی وقت دیگه نیست؟ این سوالو بذاری عید از من بپرسی، دیگه من نمیتونم انقدر راحت بیام به تو بگم آره عزیزم برای شروع کردن وقت هست. روم نمیشه بیام جلو تو بگم آره اشکال نداره، دیگه تو الان از الان شروع کنی هم میرسی. نمیشه، نمیشه، نمیتونم. الان که وقت هست شروع کن، الان که باز یه ذره بچه ها دارن لنگون لنگون دیگه میشن شروع کن، ازشون سبقت بگیر. نمیتونی یا نمیرسی. خب و آزمون های آزمایشی در امتحانات دیگه، خیلی از آزمون های آزمایشی الان دارن دیگه برای 26 دی ماه که ما بی آزمون جایزه بزرگ داریم، دارن چی کار میکنن؟ دارن 12 رو امتحان میگیرن. چه فارغ التحصیل باشه چه 12 برای ما فرقی نمیکنه، نیم سال اول رو باید امتحان بدی. آها اینو خواستم بگم، بچه های فارغ التحصیلمون تو برنامه ریزی، بچه که فارغ التحصیل هستین شما هم باید 12 به طور کامل بخونین، تو شکی نیست. اما نگاه میکنی یه جایی یه گوشه ای از، خب ما میدونی که نیم سال اول 10 خوندیم، حالا طبق چیزی که باید جمع میکردیم 10 خوندیم، نگاه میکنی یه گوشه از برنامه یه ذره از 10 مونده، ببین مثلا میشه تقسیم بندی کرد که اون گوشه از 10 که مونده رو جمع کنیم، قرض بگیریم. اما یادت باشه اولویت با جمع بندی 12 اولویت با جمع بندی 12 مگر اینکه صفر باشی.
ولی اگر داری خوب میخونی، خوبم خونی جمع کردی، دانش آموز قوی باید تستای ترکیبی رو قشنگ کار کنی، دانش آموزی که خیلی قوی نیستی تستای متوسط تو اینا رو باید خیلی کار کنی، کلا باید تست خیلی زیاد کار کنین، تست تست هر چقدر تست بیشتر بزنین. دم شما گرم، نشان دارم یادتون نمیره. حالا این گفتیم مثلا، حالا مثلا ما گفتیم، من یادتونه جلسه پیش اونایی که بودم میدونم، من این معلم ریاضی ها همیشه میگم، این معلم ریاضی که هر موقع در میاد تو میگه بچه ها ما اصلا وقت نداریم، این همون هم نمیدونم چرا من هر موقع میام تو کلاس من وقت ندارم، نمیدونم چه فازی من دارم، همیشه با چشم به ساعت باشه که این وقت الان تموم میشه. خب فرقی هم نمی کنه حضور آنلاین ها، من هیچ وقت وقت نه، همیشه من وقت کم میارم. یه برنامه حالا اینجا ما گفتیم که خب یه اصولی هست برای اینکه ما بخوایم دیمون رو شروع کنیم. الان که تو فرجه امتحانات هستیم و این فرجه یه کوچولوشو باید بدونیم که وقتی به ما فرجه میدن اصلا فرجه یعنی چی؟ فرجه یعنی خودتو جمع جور کن بچه جان، قشنگ خودت رو یه ذره جمع کن، خودتو یه ذره آماده کن، که یعنی رفع اشکالی انجام بده، یه ذره آماده باش، هر جا که اشکال داری رو ذره جمع کن، نه مثل دانشجوهای خستمون که فرجه رو میگیرن استراحت میکنن بقیه‌اش موقع امتحانو بدو بدو درس میخونن. استرس آماده کن خودتو که هر تو مشکل داری جمع جور کن، چون تو برنامه‌ریزی ما استفاده میکنیم فرجه رو، و بعد چند درس بخون. این لحظه بی پایین اینجا تو فرجه دیده شده که مثلا بچه ها میان تایماشون رو چیکار میکنن، مثلا میگن که خب ما خانم هیدری ما فرجمون رو استفاده حالا مثلا کردیم و درس خوندیم و اینا. اوکی، به نظر شما، میدونی من خیلی اصرار دارم در مورد اینکه مثلا به نظر شما اینکه درس رو تو یک روز یه درس بخونیم دوران امتحانات یا چند درس بخونیم. خب این بحث فارغ التحصیلیش با بحث چیز فرق میکنه، با بحث دانش آموزیش فرق میکنه. این تیکر رو میشه فیلم بگیرین، چون این تیکر شد خب. چون دو تا فیلم نگیرین این تیکر شد. اینکه ما توی دوران امتحاناتمون یک درس بخونیم یا چند درس بخونیم، خب بحث دانش آموز و بحث فارغ التحصیل کاملا میتونه متفاوت باشه. اما یه توضیح بهتون بدم، اگر شما دانش آموز هستین، خب ما فرجه رو میذاریم کنار، ولی وقتی امتحانات شما میتونید تو یک روز یک درس رو مطالعه کنید. حالا اصطلاحاتی هست مثل بقچه‌ای، مثل این که مثلا جمع جور خوندن، من دوستم مدل گرد بهش بگم، گردالی درس بخونید، تو یک روز یک درس مطالعه بشه. اما برای فارغ التحصیلا من این روش رو به هیچ عنوان توصیه نمی کنم هرگز. چرا توصیه نمی کنم؟ ببین من به این روش میگم مدل بابسفنجی. چرا مدل بابسفنجی؟ دقیقا مثل کسایی اونه که میرن بدنسازی فقط بالا تنه کار میکنن، شبیه آدم هایی میشن که دقیقا فقط بالا تنهشون روشت میکنه، پاهاشون شبیه چوب خشک میشه. دیدی شبیه بابسفنجی میشن؟ خب چه کاریه؟ شما باید کل بدنتو بسازی. میدونی برای دوازدهم اشکالی نداره، چون مجبوره واسه یه امتحان بخونه درسش رو امتحانش رو بده، اوکی مشکلی نیست. بازم برای همون دوازدهم میتونه اون زیرا یه درس کوچولوی عمومی بخونه، اون پکیج یورش رو بخونه، یه درسای ریزی بخونه، یه قرابتی بزنه، یه کلوزی بخونه، یه ریدینگ بخونه، بازم به خاطر اینکه اون فرسودگی که همیشه در مورد صحبت میکنیم سراغش نیاد. اما در رابطه با فارغ التحصیلا تو ایام دی ماه و تو این دورانی که الان هستیم و کلاس های آنلاین تعطیل میشن و ممکنه که دانش آموز ما دچار بی‌نظمی بشه، ممکنه که برنامه‌اش به هم بریزه، خصوصا اگه خودش داره درس میخونه، به هیچ عنوان توصیه نمی‌کنم که مدل گردالی یا همون بخشه‌ای یا اینکه مدلی که بهتون میگم جمع و جور درس بخونه اصلا توصیه نمی‌کنم به هیچ عنوان. خب
چرا؟ چون باعث فرسودگی دانش آموز ما میشه. میتونید اگر دانش آموزی سختشه که خیلی زیاد مبحث های زیاد توی کتاب توی برنامهش باشه اشکال نداره، میتونه مباحث رو کم کنه، حجم درس رو بالا ببره، اما اگه بخواد خیلی تعداد درس رو کم کنه، این باعث فرسودگی دانش آموز ما میشه و ما این دانش آموز رو باید نگه داریم تا پایان دیما. چرا؟ به خاطر اینکه همونطور که گفتم دیما فصلی نیستش که فصلی باشه که حالا ما بگیم فصل آسودگی ماست، نه، فصل فرسودگیه. پس ما نیاز داریم دانش آموزمون با حال خوب برامون بمونه، ما یه حالت آرامشی براش ایجاد بکنیم، حالت آسودگی براش داشته باشیم، این تا بهمن ماه دوام بیاره با آرامش، با حال خوب، با یه برنامه روتین و مناسب برسونیمش به بهمن ماه و یه چیز درست حسابی تحویل کنکور بدیم و انشالله به سلامتی بره جلو، نتیجه خوبی که ما میخواییم و بگیره. بریم سراغ مبحث بعدی. دست شما درد نکنه، مرسی. بریم مبحث بعدیمون. حالا روش مطالعه با بالاترین بازده در امتحانات باید چه شکلی باشه؟ بگیم که برای اینکه نتیجه درست حسابی بگیریم از این حرفایی که ما زدیم، باید یک برنامه مطالعاتی داشته باشین. زبونم مو در آورد، نمیشونم شما ببینیم، ولی واقعا مو در اینقدر گفتم که برنامه داشته باشین. تو رو خدا رو هوا درس خوندن تا این لحظه که داریم باهاتون صحبت میکنیم هیچ کس نتیجه نگرفته، حتی شما دوست عزیز. یادداشت هاتون رو مرور کنین قبل امتحان، نه واسه اینه که شما برین سر جلسه امتحان نتیجه بگیرین دیگه. قبل امتحان مادر جان این یادداشت رو باید مرور کنی. حالا یادداشت ها میتونن اهم از جزوه هات باشن که در ادامه به آن میپردازیم، اون جزوه هایی باشن که معلم به شما داده، جزوه های کلاست باشن، اسلاید هایی باشن که شما کپی گرفتی، کتابات باشن، هر چیز. دقیقا اینجور آوردم اسلاید های معلماتون باشن، چون مثلا معلم به شما اسلاید دادن، شما یعنی کپی کردی، خب خیلی وقت پیش میاد دیگه این کار انجام دادی و ممکنه هم باشه، شما اینو باید حتما مرور کنی. این از خودت سوال پرسن که تو گفتم که یه گلدونی عروسک یه چیزی بذار جلوت، از خودت سوال بپرس، این همونه. اگر از خودت سوال نپرسی عزیزم، این به اون نتیجه که ما میخوایم نمیرسی. حتما باید از خودت سوال بپرسی، چرای موضوع رو در بیاری، چرا این چنین شد، چرا این چنین شد، باید متوجه بشی. این سوال پرسن بهت کمک میکنه که نتیجه که ما میخوایم رو بگیری. و آزمون یا تستای نشاندار رو باید شما تکرار کنی. تست نشاندار چی بود؟ چی بود؟ تست نشاندار تست هایی که شما با آن مشکل داشتی، آن را نزدی یا زدی ولی منظور صورت سوال نبوده، کنارش یه علامت زدی، کی حلش میکردی؟ کی حلش میکردی؟ چطور لحظه باز کنی؟ اینو فقط کسایی که جلسه پیش بودن میدونن. تست نشاندار کی حل میکردیم؟ اگر گفتین زمان حل تست های نشاندار کی بود؟ من تا اینجا بیام تو دوربین هستم. زمان نه زمان های مرور خب کی بودن؟ کی ها بودن زمان های مرور؟ نه پایه بخونن فارغ التحصیل تو این مدت، ولی من گفتم بهتون تحت شرایط، به شرط اینکه پایه مونده باشه یک کم، یه هفته، یه ذره کوچولو طبق شرایط. قبل آزمون، آره قبل آزمون میتونن مرور کنن، ولی نشانه رو فقط واسه قبل آزمون نیست، نه تو برنامه هست، ولی قبل آزمون هم میتونه باشه، کامل نیست جواب. کامل جواب بدید. نشاندارها را کی میتوان؟ مرور آخر هفته هم میتونه نشاندار تو باشه، ولی بازم جواب کامل نیست. همین نازما هستم میرن. اوه من چقدر محصول حوزه بودم سر امتحان. من نمیدونم چرا نمیتونم تقلب بگیرم. گفتم براتون دوازدهم تحت شرایط پایه نمیتونه بخونه، چون دوازدهم اصل مطلب جمع کردن دوازدهمشه. تحت شرایط دانش آموز رو ببینم، برنامهش رو ببینم، زیرکی یه گوشه شاید بشه یه پایه ریز رد کرد. نه اونجوری که بشه من بخوام اعلام کنم که دوازدهم ها میتوانن پایه بخونن، نه هرگز. بسته ای داره که چقدر از پایه مونده باشه. مثلا شما بخوای یه پایه رو تازه شروع کنی بخوندن، نه
برای جمع‌بندی. بله پیام بدین اینستا جواب میدم. قبل از شروع محفظه جدید نه، نشانه رو برای جمع‌بندی نه، نه خیرم. نشانه رو برای جمع‌بندی هم میشه خون ولی بازم جواب کامل نیست. خب مثل این که شما جواباتون نه، مرسی چطور ببین. خب در رابطه با اینکه سوالای نشاندار کی باید انجام بشه، سوالای نشاندار شما برای تو برنامه ریزی برای بازه های مرور استفاده میشه. اما بازه های مرور کی میتونه باشه؟ بازه های مرور میتونه مثلا شبهای 24 ساعت بعد، 72 ساعت بعد میتونه باشه. بازه های قبل از امتحان میتونه باشه. بازه های جمع‌بندی میتونه باشه، جمع‌بندی آزمون، جمع‌بندی قبل امتحان میتونه باشه. هر بازه جمع‌بندی که شما بخواید انجام بدید میتونه برای تست نشاندار استفاده بشه. ولی نزدیکترین زمانی که هست 24 ساعت بعد هستش که برای تست نشاندار استفاده میشه. اوکی؟ حالا و من خیلی بی‌صبرانه منتظر آموزش فلش کارت ها به شما هستم، چون خیلی هم سوال میپرسید در رابطه با فلش کارت و من حتما فلش کارت رو به شما آموزش میدم، حتما حواسم هست که به شما آموزش بدم. و بررسی و مرور نهایی که مسلمه یادتون نمیره صبح جلسه امتحان، به هیچ عنوان زمان این که شما بخواید درس جدید رو یاد بگیرید مسلمه نیست هرگز. یعنی خب ما هیچ وقت نمیتونیم بگیم که خب من صبح جلسه امتحان بلند میشم خب یه درس جدید رو مطالعه میکنم، هرگز این اتفاق نمیتونه بیفته. اما جلسه امتحان میتونه زمان این باشه که من صبحش بلند شم و بخوام که یک بار دیگه مباحثی که شب قبل خوندم رو مرور کنم. حالا که چرا باید این کار انجام بدم؟ یه چند دقیقه دیگه باید صبر کنید، تو اسلاید بعدی بهتون توضیح بدم. خب و اینکه یه مسئله دیگه که گفتم بهتون میگم اینکه سعی کنین با دوستتون مطالعه کنین. چرا باید همچین کاری انجام بدیم؟ ببین این سعی کنید که با دوستتون مطالعه کنید خیلی بهتون کمک میکنه. ببین وقتی بارها اینو بهتون گفتم که با وقتی من قراره که یک مبحث رو به شخصی بدم، وقتی من توضیح میدم یک بار برای خودم مرور میشه، پس من مطلب واسم تکرار میشه، پس این یه خاصیت داره. یه خاصیت دیگرش اینجاست، من وقتی یه چیز رو تکرار میکنم متوجه میشم که کجای مطلب مشکل داره و کجای مطلب رو نگرفتم، کجاش ایراد دارم، میرم دوباره میخونم، دوباره تکرار میکنم، دوباره یاد میگیرم و مشکلم رو رفع میکنم. پس این دوتا خاصیت خیلی بزرگ واسه من داره. از طرفی خب حالا فکر کنید واسه یه شیء بی جانه مثل این، حالا فرض کن من رو به دوستم توضیح بدم، دوست من جان داره. وقتی دوستم جان داره، وقتی بهش توضیح دادم به من نگاه میکنه، میبینه که حالا آنلاین فرقی نمیکنه، نگاه میکنه میبینه که من کجای حرفم مشکلش، تصحیحش میکنه. اونم دو تا نکته بلده به من یاد میده. ممکنه که من ریاضی قوی باشه به من یاد میده، ممکنه که اون فلسفهش قوی باشه به من یاد میده، ممکنه که منطقش خوب باشه به من یاد میده، ممکنه من دینی خوب باشه به من یاد میدم. پس یه تبادل صورت میگیره، من میتونم تو این تبادل شرکت کنم و نتیجه که میخوام رو بگیرم. خیلی میتونه به من این قضیه کمک کننده کمک میتونه بکنه که نتیجه که میخوام رو از اون کاری که میخوام رو بگیرم و نتیجه که میخوام رو به دست بیارم. این نکته رو همیشه باید شما یادتون باشه و با دوستاتون درس بخونید. ما خیلی حالا اون زمان که کرونا نبود ما میگفتیم که بهترین مکانهای مطالعه میتونن یکیشون مثلا تو لابی یه ساختمون باشه که دوستاتون رو جمع کنید با هم دیگه درس بخونید. خونه مادر بزرگ باشه، مثلا خونه دوستاتون باشه، به شرط اینکه جنبه این که دور هم دیگه جمع بشه رو داشته باشین. این مثلا نره تو حاشیه که وای مثلا دیدی فلانی چی کار کردی، مثلا فلانی چی شد دیدی. اگه در این تو حاشیه، مثلا به شرط اینکه این گروهی که باز کردین این گروهتون تو حاشیه نره که بریم غیبت فلانی رو بکنیم، بریم
نمیخوام میدونی چیه؟ من همش میگن واهمه دارم از این که من یه حرفی رو بزنم بعد اون بره مثلا دنبال این که او چی بود خانم داری گفت بریم سرچش کنیم پیدا کنیم. ولی اینقدر داستانهایی هست در این که مثلا خب من یه سوالی برام پیش میاد این که چرا واقعا همچین کاری میکنید که بابا جان شما معلم داره توی درس میده چرا به جای اینکه به درس برسی تو یک گروه دیگه داری پشتش غیبت میکنی؟ خب برس به همون درس. میدونی نمیگم میدونی اونی که نمیخواستم بگم در رابطه با راهکار تقلب بود. اینقدر عجیب غریبه بچه ها واسم تعریف میکنن شوکه میشم. خب چرا بیخیال شیم تو رو خدا اینقدر کار واسه انجام دادن هست. تو اون سوال حل کن من اون سوال حل میکنم دیگه. من نگم براتون چه راهکارهای استفاده میشه. این راهکار نبود، این یه چیز مقدماتی بود از چه امکاناتی استفاده میشه. چه کاریه؟ یه فرصت هست دیما، چه فرصتی طلایی. یه دی یه نوروز، یه از اون برم نصف تیر و نصف خورداد. اینقدر کیف میده این فرصت ها، به خدا قدرش رو خیلی ها نمیدونن. شما که لااقل اینجایی وقت گذاشت داری فیلم رو میبینی قدرش رو بدون. خب نظرات اساتید در رابطه با تیپ بندی سوالات و سوالات نکات پرتکرار بشنوید. خب این یعنی چی؟ به مثلا شما خیلی از استادا همینجا تو کلاسینو یا اصلا در رابطه با کنکور که مثلا ما میایم صحبت میکنیم اومدن اصلا گفتن که این بخشی از مثلا سوالات تو درس ریاضی، این بخش مثلا منطق، این درس مثلا علوم فنون، این بخش مثلا این درس اون درس اون درس اون درس سوال پرتکرار، این درس جامعه پرتکرار، این درس مثلا این تست خیزه، این فلان. میدونی این درس روان مثلا سوال پرتکرار، اینا رو خیلی جدی بگیرین، خیلی مهمه. نظره دیگه، استاد دیگه میدونه دیگه که مثلا کدوم یکی از این تیکه ها سوالات مهمتری هستن، تیکه های مهمتری هستن. خب وقتی شما با این نظر روبرو میشی، وقتی که اینو میفهمی، خب به نفعته، کمکت میکنه که آشنا بشی، تیپ بندی ها رو بشناسی، سوالای مهم رو بشناسی. وقتی از دنیا بی خبر باشی، نمیدونی سوالات تیپ چیان، نمیدونی سوالات پرتکرار چیان، نمیدونی سوالات مهم چیان، خب اصلا متوجه که نمیشی که، خب فایده واسه نداره. میدونی ولی وقتی که اصول رو بشناسی، تیپ رو بشناسی، سوالا رو بشناسی، مسلماً به نفعته. من فقط میخوام از دنیا بی خبر نباشی. الان همیشه میدونی لذت میبرم از کسایی که سر کلاسن، یعنی اهمیت قائلم واسه خودشون و واسه اصلا علت این که چرا وقتی که کلاس دو هفته یک بار بود ما شب یلدا گذاشتیم. من خودم دیر رسیدم چون ترافیک بود دیگه، ولی به خاطر اینکه اهمیت این موضوع واسه تون روشن بشه که اینقدر این درس و این ماه و شروع ماه زمستان و دی ماه اینقدر اهمیت داره که جشن گرفتنش با اینه که بابا جان شروعه، بیای شروع کنیم. هر کاری نکردی و کردی الان وقتشه که دوباره یه هولت بدیم، یه پوش داشته باشیم و برنامه ریزی انگیزه دوباره شروع جدیدتر و اون قرمه سبزی که بهتون گفتم. خب بهترین زمان مطالعه، 100,000 بار طالبت گفتم برای 101,000 بهترین زمان مطالعه کی بود؟ 4 تا زمان مشخص کردیم، از اون 4 تا کدوم بازه برات بهتر بود؟ تو یکی از همون بازه ها باید درس بخونی. در رابطه باش گفتم یادته کدوم یکی از بازه ها برات بهترین بازه بود؟ نه اینکه تو کدوم یکی از تو مجبوری صبح تا شب درس بخونی، یه موقع سوء تفاهم نشه که تو بهترین بازت باید درس بخونی، تو بهترین بازت باید سخت‌ترین درس رو بخونی. چون الان که دیگه امتحان نداری، این چیز نداریم، کلاس نداری که مثلا من بگم که خب تو اون بهترین بازت ممکن کلاس باشی. بعضیا صبح خوانن، بعضیا جغد شبن، بعضی هم که تو روز اوکی ان، مثلا بعضی هاشون فرقی نمیکنه. اون صبحخانه پس باز صبح زود بلنشه. مثلا یکی از دانش آموزا هست، ما شیفتام با هم دیگه فرق میکنه. مثلا من که خب من شبا گزارش کارا رو چک میکنم، مثلا چه بسته سرم میره پایین، مثلا تا ساعت 2 شب دارم گزارش کار چک میکنم. مثلا صبح که بلند میشم، صبح که بلند میشم که بمانم، مثلا فکر کن ساعت چند گزارش کارش میفرسته، من کارامو کردم، مثلا دیگه مشاورای صبحم گذاشتم تموم شده، مثلا فکر کن ساعت 1
یک اینا گزارش کار مثلا راضیه میاد. بعد یه وقتی من یادم میرفت اولاش که مثلا گزارش کار ساعت یک اونم من عصبانی شدم راضیه یک از اون تو گزارش کار اعلام فرستادی میگم خانم داری ساعت خواب من اینطوری بودش که ساعت خوابش از این ور بود، یعنی مثلا شب درس میخون صبح. بعد این مدل خانوادگیشون بود، چیزی نبودش که مثلا عجیب و غریب باشه، پدر و خواهر و رشتش این نبود، رشتش همتایی نبود. ولی میخوام بهت بگم که چیز عجیبی نیستش که مثلا ما بگیم که او یه چیز عجیبه. من به شما اصلا توصیه نمی کنم اینو اصلا به هیچ عنوان، ولی میخوام بهت بگم که ساعت مطالعه بشناس. اصلا توصیه نمیگم، یه سری چیزا خواستن و توصیه کردن. مثلا دانشجو گذاشتم که شب بلند شد ماکارونی میخورد، چیزی نیست که من شما توصیه کنم. مثلا ساعت 3 نصف شب مامانش بلند میشه واسه ماکارونی درست میگردن، شما خیلی عزیزم هست رتبه‌مو برد امسال دو رقمی، ولی هست اتفاقا تو پیجم رتبش. ساعت 3 نصف شب مامان بلند شد واسه ماکارونی درست میگردن، گفتم غزل الان ماکارونی. ولی آره مدلشون بود باحال دیگه، نصف شب مثلا اون موقعم درس میخوند. ولی بازم چیزی نیست که من به شما توصیه کنم هرگز. ولی بازم بعضی هستن جغد شبن و بعضی هستن صبح درس میخونن و باید بشناسین که شما کدوم یکی از تیپ ها هستین. توصیه همیشه بر سحرخیزیه، نمیدونم چرا ولی توصیه هست دیگه. سحرخیزی خوبه، یه جوک جدیدن اومده بود میگفت سحرخیز رو ما خوشون کارمندن میگن سحرخیز پشت کامرا باشی. خب آها، یه نکته خیلی مهم خیلی تاکید میشه روش این هستش که مطالعتون رو سرگرم کننده و جذاب کنین، نه که مثلا گل منگولی. تو رو خدا هایلایتر استفاده نکنین، روی لغت هاتون هایلایتر نکشید، صد بار نکن هایلایتر استفاده نکن روی لغت هات، روی لغت نکشید زیرش هر کاری کردی. مطالعت رو سرگرم و جذاب کنین یعنی چی؟ یعنی که مثلا شما میتونید برای خود کدگذاری کنید، رمزنگاری کنید، شعر درست کنید، شعر حالا هرچی، برای اینکه بار بعدی که سراغ اون مطلب میاید اون مطلب رو یادتون مونده باشه. مثلا خیلی وقتا یه مطلب یادت میره ولی باز خود شعر که میذاری، خب با شعر که میخونی این مطلب رو یادت میمونه. من همین رو ازت میخوام، میخوام مطلب با شعر یادت بمونه، کد بذار، رمز بذار، آخر کلمه رو به هم بچسب، اون کلمات متقاطع پیدا کن، هر چی فرق نمیکنه، ولی یه طور باشه که کلمه ها رو یادت بمونه. میدونی این کمکت میکنه که بعضی چیزا رو ازش سری میگذرم، چون باز در جای دیگر و بار دیگر من باید اینها رو براتون مفصل باز کنم، با 10 دقیقه نمیتونم سر تهش رو هم بیارم. یک عادتی که دارم این هستش که تا یه چیز رو کامل شیر فهم نکنم دست از سر شما نمیتونم بردارم. و یه مسئله دیگه این که برای خودتون، این مطلب دیگه هم که از خیلی مهمه این هست که برای خودتون باید پاداش و جزا در نظر بگیری. اینم مطلب خیلی مهمیه. پاداش و جزا یعنی چی؟ خب این کار یا ما میکنیم یا شما دیگه. یعنی یه که مثلا پارسال بود آقای فروغی نیا براتون آیپاد در نظر گرفت، یک از بچه‌ها سراغش رو میگیره که امسال نمیدن، نمیدن میپرسن که این پاداش یعنی چی. یعنی مثلا این برنامه تو رسیدی انجام بدی، یعنی یه جوری خودتو هول بدی دیگه. حالا یا که مثلا یه پاداشی به خود بده، مثلا امشب چه میدونم غذای مورد علاقه هم میخورم، مثلا مامان میگم درست کنه یا بابا خودم درست میکنم، امروز یه ذره بیشتر استراحت میکنم، تایم استراحتمو فلان کار میکنم، هرچی گوشی و فلان کار، مثلا گوشی ممنوعی از گوشی استفاده میکنم. یا جزا خودو مجازات کن. مجازات هم اینه که گوشی امشب ممنوعم، دوستامو نمیتونم ببینم، نمیتونم با خانواده مثلا آخر هفته برم بیرون، حالا چه میدونم نمیتونم پیاده روی، اگه پیاده روی میرفتی یا مجاز بودی، هرچی یه یه جزایی در نظر بگیر، یه پاداشی. یه مسئله خیلی مهم که وجود داره این هستش که باید خودتو سرگرم کنی. اینجا بهت گفتم خودتو سرگرم کن، کجا بود؟ اینجا سرگرم کنی. اینا در رابطه با همدیگه هستن. من اگه خودم رو سرگرم کنم حوصله‌ام سر نمیره. فکر کن صبح از خواب بلند شم،
همون برنامه، شب بخوابم همون برنامه، صبح خواب بلند شم همون برنامه، شب چندش خسته میشه آدم، چه خبره، همش همون کار. جذابش که کنی، بازی که باشه، رقابت که باشه، رکورد که باشه، اینقدر خسته کننده، حال به هم زن نمیشه. پس اگه میخواین درست رفتار کنی، اگه میخواین که جواب بگیرین از وضعیت خودتون، یه ذره بازی کنید با این روندی که دارید، رکورد بزنید، قوی عمل کنید، چیه شده با رفته، حال آدم به هم میخوره، یه ذره جذاب، یه ذره درست حسابی، چیه خسته کننده. و اینکه خودتون رو جای تراسال بذارین، خودتون جای تراسال گذاشتن یعنی چی؟ یعنی اینکه من اگر تراسال بودم، اینو باز من اینو حتما مفصل در ادامه 100,000 بار دیگه بهتون توضیح میدم که خودتون جای تراسال بذارین یعنی چی؟ من اگر تراسال بودم چه سوالات رو مطرح میکردم؟ حتما خیلی از معلم‌ها بهتون گفتن که مثلا ما تراسال اگر بودیم از این قسمت سوال میدادیم. حالا تو فکر کن که تو طراح سوالی، اگر تو طراح سوال بودی از چه قسمت سوال میدادی؟ تو چی مطرح میکردی؟ تو چه میکردی؟ اینا خیلی مسائل مهمی هستن که تو باید حتما در نظرش بگیری و خیلی اهمیت داره. اینا در نظر حتما داشته باش، سوال طرح کن، به سوالاتی که توی کتابای تستت هست دقت بکن، چی شد که طراح از اینجا سوالا بود. خودت هم میدونی والا خیلی از بچه ها حالا فارغ التحصیل میشن، بلافاصله خودشون میرن به سراغ شغل معلمی. خب شاید هم تو یک درسته، من قبول ندارم، حالا مثلا ممکنه که اینم خیلی شغل درست حسابی، چه میدونم، میشه حالا رسالت رو خیلی تغییر داد، میشه رسالت رو، هدف رو یه ذره عوض کرد، میشه مثلا یه ذره بیشتر فکر کرد، میشه یه ذره بیشتر تأمل کرد، با مشورت بیشتر میشه مثلا صبوری کرد، حالا هرچی، در موردش بحث بسیاره، ولی این هم یک رویکرده، این هم یک هدف، این هم یک شغله، یک فرصت، یک دیده، به شرط اینکه عاقلانه بهش نگاه بده، به شرط اینکه عاقلانه در موردش تصمیم گرفته باشه، خیلی هم عالی. پس شاید شما یکی از همون آدم ها باشی، به جای طرح سوال میتونی به در موردش فکر کنی، چه که نه. از تمام فرصت های هستم فرصت امتحان استفاده کنید، یعنی این اونجا به تو گفتم، یعنی فکر نکن که زمان تموم شده من زود بلنشم برم سری مثلا آفلاین بشم، سری مثلا تایمم تموم شده، مثلا زود عکسو تحویل بدم، زود وایس تحویل بدم، زود مثلا آفلاین بشم. نه، قبلا میگفتیم زود برگرم بدم، الان باید بگه زود آفلاین بشیم دیگه، یک نوع امتحانه دیگه، کارش نمیشه که. خب معلم ها خسته میشن، یه صلوات بفرستید، شما صلوات بفرستید، من جواب بخورم. خب ببین، یه مسئله که هست این هستش که حالا آها سوال ندارین، یه لحظه شاید رو باز میکنیم میرم سوال ندارین از اون قسمت، از اون اسلاید، اگه از اون اسلاید سوال داریم 30 ثانیه بهتون وقت میدم، بیشتر بهتون وقت نمیدم، 30 ثانیه وقت داری از اون اسلاید سوال کنی، همینی که هست، حتی میدونم که فقط 20 ثانیه دیلی وقت داری، بودو کار دارم. پی دی اف براشون رو پنل نمیذاری؟ بعد کلاس، آره همینو میذارم بعد کلاس. خوبه؟ روش مطالعه رو من هفته پیش گفتم، آفلاین رو از جلسه پیش میتونی، آفلاین جلسه پیش رو میتونی نگاه کنین، برای تاریخ جغرافیا بله میتونین از فلش کارت استفاده کنین، چرا که نه. سوال این مدلی رو بذارین برای آخر جلسه، من جواب میدم، صبر کنین، سوال فقط از اسلاید جلسه پیش بپرسین، میگم جلسه پیش از اسلاید این یکی، سوال از این اسلاید در رابطه با روش مطالعه من هفته پیش کامل گفتم، آفلاین رو ببینید کامل میتونید متوجه بشید. نه الان وقتش باید برنامه رو ببینم، اگه حالا نمیدونم الان که نصف دهم یازدهم اصلا نیازی به الان نیستا،
مگر اینکه 12 هم نخونده باشی، فقط 11 هم خونده باشی. آقای بهرامی، رضا جان، خواب را چه کنیم؟ بذار آخر کلاس بهت بگم چیه خواب و چه کنی؟ یعنی چی خواب و چه کنی؟ بخواب دیگه. چیه خواب؟ دقیقا سوال چیه خواب را چه کنی؟ سوال در رابطه با این اسلاید، چیه خواب و چه کنی؟ نه، روش مرور رو میگی؟ روش مرور روزای دیگه هست. یعنی میگه خواب رو چه کنیم؟ خب بچه ها در رابطه با اینا ندیم، بریم سراغ این یکی. میگم بهتون روش های مرور رو. باشه، مرسی. بریم سراغ یکی، مرسی، چطور ببنیم. بریم سراغ راهکارهای برای بهبود عمل کرد. میگیم که یکی به بالشت بزن، یکی به کتاب. یعنی چی؟ یعنی اینکه میخوای یه چیز رو یاد بگیری، خب میخوای یه چیزی یادت بمونه، قبل از خواب حتما مطالعهش کن. مطالعه مباحث بلافاصله قبل از خواب، اینو خودم گفتم، یکی به بالشت بزن قبل از اینکه بخوابی. یادتونه میگفتیم که به بالشتت بگو بیدارت کنه، دقیقا همینه. قبل از اینکه بخوابی مطالبی که مرور کنی بیشتر تو حافظت امکانه که یادت بمونه هست، بیشتر امکانه که تو حافظت بمونه هست. وقتی که ورزش حوازی انجام بدی، ضربان قلبت بره بالا، ورزش های حوازی کمکت میکنن که مطالب بعد از اینکه ورزش کردی و مطلبی رو بخونی تو حافظت موندگارتر باشن. پس واسه همینه که توصیه میکنیم یه حالا خیلی هم نباید کم باشه، یه نیم ساعتی ورزش کردن رو خوبه که شما تو برنامه‌ت رو داشته باشین. حالا این قبل از درس خوندن باشه یا بعد از درس خوندن مسئله مهمیه. یعنی چی؟ چرا حالا چه ربطی داشت؟ چون که هم قبل از مطالعه به یادگیری کمک میکنه، بعد از مطالعه برای پاکسازی مغز خوبه، چون هم بهتون آرامش میده، هم سرحالتون میکنه، یه ذره شادابتر میشین و خستگیتون ازتون میگیره، هم مغزتون پاکسازی میکنه. دیگه انتخاب با شماست که اینو قبل از درس خوندن و قبل از درس خوندن داشته باشین یا بعد از امتحان. دیگه خودت میتونی انتخاب بکنی که کدوم یکیش رو داشته باشی. انتخاب با شماست. خب و اینکه یه مسئله خیلی مهم، تاثیر مثبت چرت روزانه بر سیناپس است. چرت روزانه یعنی چی؟ قیلوله کردن. یک بعد از اینکه مثلا شما یک بعد از ظهر، بعد از اینکه حالا درس خوندی، خسته ای، حداقل من میگم با نیم ساعت شروع کن. یه چرت 30 دقیقه ای بهت کمک میکنه که رفرش بشی، سر حال بشی، سیناپسات آروم بگیرن. دقیقا جایی هستن که تو دسترسی به اون قسمت نداری و آروم بشن، ریلکس بشی، دوباره شروع کنی به درس خوندن. یعنی این خوابه هم به یادگیریت کمک میکنه، هم به آرامشت کمک میکنه و یک شادابی دوباره بهت برمیگرده که میتونی دوباره به درس خوندن برگردی. اینو حتما شما میتونی امتحان کنی. خانم خوابم نمیاد و اگه من به خوابم کمتر از یک ساعت نمیشه و سردرد میشم بلند شم و اینا، همه کارهای ما بسته به عادت. تمرین بکن انجام میدی. این تو نیستش که حالا من حتما باید بس کنیم بابا، یه نیم ساعت میخوای چرت بزنی دیگه. امکان داره، امکان نداره، نمیتونم و نمیشه، بدی زور میشه. یه نیم ساعت این حرفا رو نداره، امکان پذیره، قابلیت انجام داره و اصلا چیزی نیستش که شما نتونین انجامش بدید. و ضرب المثل خیلی کاربردی که میگن عقل سالم در بدن سالم، که حتما در رابطه باهاش بیشتر صحبت خواهیم کرد، این هست که ما میگیم عقل سالم در بدن سالم. یعنی چی؟ من باید سلامت باشم که اون فیلم بعد از چیز اون فیلم. نه این چیز اون سورپرایز بعد از این اون باید پخش بشه. آره باشه. اون عقل سالم باید در بدن سالم، من سلامت باشم که بتونم درس بخونم، که بتونم سالم زندگی کنم. پس تغذیه سالم، نوشیدن آب و خوردن سبزیجات میتونه به همون کمک کنه که ما عمل کردمون تو درس خوندن و تو حافظه بهتر بشه. اما یادتونه بهتون گفتم که باید اینجا در رابطه با
استراب و استرس در دوران امتحان ها صحبت کنیم. پس میخوایم در رابطه باش صحبت کنیم. این قسمت دوم فیلم باش و قسمت دوم فیلم برداری انجام بشه و این تیکرش هم بگیم. الان میخوایم براتون اونو بذاریم. میخوایم در رابطه با درست کردن اینکه ما چطور میتونیم در دوران امتحانات استرس و استرابمون رو کنترل کنیم، میخوایم در رابطه با اون باهاتون صحبت کنیم. ولی من یه قولی بهتون دادم. قول چی بود؟ قول این بودش که شما قراره مهمون یلدای ما باشین، درسته؟ و الوعده وفا. ببینیم که چطور شما مهمون ما خواهید بود. آره قطع کنید، صبر داشته باشید چند لحظه به من نبینید. این هنه از کجا گذاشتی فیلم رو؟ از اینجا. به توی خود همون صداش میتونی زیاد کنی؟ این صدا داره؟ صدا داره؟ اینجا فقط این بکشم از داره؟ نه این تلویزیون رو بی صدا داره؟ نه داره. چرا
کار دیگه حالا میخوام کنترل استراب و استرس رو اینجا بهت بگم. سر جلسه امتحان باید یاد بگیری که خودت رو احساسات تو خیلی بزرگ کن. صفحشو پلیگه اینو بزن بذارم. آره بزنید الان چیسته؟ آره بستاد این صفحه پلیگه اینو بزن. باشه باشه سوریا مخوام دو پس بزنید را بالا هست؟ خب بچه ها دوباره خوش اومدین. یه مشکل به صدا پیش اومده بود. خوش اومدین دوباره به کلاس. بریم واسه دیدن فیلم. تا اینجا این حرف همه که خیلی خوب گوش دادی، اما یه نظر بهت یه قولی دادم، گفتم که یلدا مهمون منی. حالا میخوام کنترل استراب و استرس رو اینجا بهت بگم. سر جلسه امتحان باید یاد بگیری که خودت رو احساساتت رو خیلی خوب کنترل کنی، اما این کار چطوری پذیره؟ این کار با چند تکنیک ساده به راحتی امکان پذیره. اولی مهمترینش درست نفس کشیدن، اینکه یاد بگیر درست نفس بکشی. نفس عمیق کشیدن خیلی مهمه، نفس از بینی و بیرون دادنش از دهن. اینو من بارها به تاکید کردم، نفس رو از بینی میکشی نگه میداری و آزاد میکنی. مسئله مهم دیگه این هستش که خیلی لازم نیست با دوستات صحبت کنی. این گروه های شما ما رو اسیر کرده، اینکه با هم این صحبت میکنی تو خوندی من چی خوندم الان بیا چی کارش کنیم. ول کن اینا رو. ما خیلی شنیدم که با هم گروه داریم بیا این سوالا حل کنیم، بیا اینکه سوالا با هم دیگه همو حل کنیم. ول کنیم، الان شما قراره که خودتون دانایی هاتون رو بسنجید و امتحان بدید. اگه قرار دوازدهمی هستی دوازدهم رو جمع کنی دیگه جمعش کن دیگه، پایه هم هستی که قرار پایه رو جمع کنی. پس بی خیال این مباحث بشو و کار خودت رو درست حسابی انجام بده. یه مطلب دیگه هم هست، نگران زمان نباش، کارتو انجام بده. به هر حال ددلاینی داری واسه تحویل دادن اون مبحثی که معلم ازت خواسته دیگه. یه تایمر مشخص میکنه که اون حالا یا عکس برگر بفرستی یا ویدیو کال یا وایس برام بعد یه طوری اونو تحویل بدی. صبر داشته باش، تایمت رو در نظر. قطع شد بس. خوش کنید دیگه این مثل که درست نمیشه. ادامهش رو نه ادامه داشت. حالا دیگه ادامهش رو خودم میگم. صبر داشته باش، تایمت رو در نظر بگیر و با استفاده از همون طبق همون تایم
تحویل بده و کارتو انجام بده. بچه ها شما یه تصویر ذهنی باید از امتحانتون بسازین و با استفاده از همون تصویر ذهنی سر جلسه امتحان حاضر بشین. شما سالها امتحان دادین، با امتحان بیگانه نیستین، آشنایین، پس استرس و استراب برای شما ساخته نیست. خودتون رو هول نکنید، اذیت نکنید، با آرامش ریلکس میتونید امتحان بدید. این که من وای چه کار میکنم، وای میفتم، وای نمیتونم برای شما نیست. آروم ریلکس کار رو بکن، نتیجه رو واگذار کن به این که تمام تلاش رو میکنم بهترین نتیجه رو خواهم گرفت. بریم واسه جواب سوالای شما، ببینیم که چه سوالی در انتها دارید و جواب میدم و ببینیم که چه میشود. اگر سوالی هست بفرمایید. امیدوارم که یلدای خیلی خوبی داشته باشین. این ویدیو رو هم واسه این گذاشتیم که شما رو مهمون کنیم و یلدامون، ببینیم که یلدای شما کتاباتون چطور میگذره. امیدوارم که زمستون تو خوب باشه. خب چطور مرور کنیم؟ چه مروری؟ مرور ابزار خاص خودشو داره. یک، مرور با استفاده از فلش کارت صورت میگیره. فلش کارتی که توی جعبه لایتنر گذاشته باشید. چند جلسه بعد خب ما بهتون در رابطه با مرور میگیم و باید صبور باشی که در رابطه باهاش صحبت کنیم. اما مرور تایم ها و بازه ها داره. ما یک منحنی فراموش داریم که در رابطه باهاش صحبت میکنیم و باید صبور باشی. سورپرایز یه ذره با تلاتم رو بشه نشده داره که بشه. و اینکه در رابطه با مرور باید بهتون بگم که باید منحنی فراموشی رو بشناسید. چه زمانهایی من یادگیریم دچار مشکل میشه، چه زمانهایی بیشتر فراموش میکنم و باید بدونم که چه بازه‌های بیشتر باید تکرار داشته باشم. ابزارهای مرور چه چیزهایی هستن؟ خلاصه نویسی، مپ مایند، یادداشت برداری های من و فلش کارت ها، و با استفاده از همون ها مرور انجام بدم تو بازه‌های فارغ التحصیلم. کارنامه میاد برای جلسه درس؟ کارنامه بچه ها رو آره حتما میارم. فارغ التحصیلم. خب سب کن. نصف دهم و یازدهم ترکیبی خوندم، من نصف دیگه دهم و یازدهم بودن چیکار کنم؟ دقیقاً 10 یا 12 در اولویت، بعدش هم توی یک بازه کوتاهی دهم رو. نه با آقای آرن هیدری فامیل نیستیم با هم فامیل. من که فارغ التحصیل هستم 12 رو جمع بندی میکنم، ولی خب کنارش من فکر میکنم وقت اضافی خواهم داشت، واسه این وقت اضافی چی کار کنم؟ دهم رو شما میتونید میتونید جمع بندی هم بکنید، اشکال نداره. توی برای مشاوره شما میتونید به دایرکت پیغام بدید برای گرفتن مشاوره. در رابطه با شرایط مشاوره با شما صحبت خواهم کرد. در رابطه با مشاوره اگر سوال دارید به دایرکت پیغام بدید، باهاتون صحبت خواهم کرد، بهتون میگم. نه با آقای گفتم بهتون که با آقای آقای آرنفی فامیل نیستیم متاسفانه. هم از من خیلی سوال میپرسید هم از آقای آرنفی داری، تو ما در رابطه باهاش صحبت کردیم. خیلی خوب. هله خیلی خوب بچه ها، شب خیلی خوبی داشته باشین. امیدوارم که موفق و سلامت باشین و یلدا بهتون خیلی خوش بگذره. مرسی از همگی. منبع برای فلسفه و منطق کتاب مشاوره، کتاب های خوبی هستن، میتونین از اونها استفاده کنین. شب همگی به خیر و خوشی، خوش بگذره بهتون. شب بخیر، مرسی، خیلی ممنون.